البته این ذیل شماری که توضیح میدیم، خب به طور مثال دیگه، در همه اضلاع حرکت های دیوار خارجی به یه شکل و در همه اضلاع حرکت دیوارهای داخلی هم به یه شکل خاص خودشه. دیواره خارجی حرکت تک دست آنتن شرایط خودشو داره، دیوارهای داخلی هم در همه اضلاع از هر دو طرف ذیل بیاید درست بیاید شرایط ویژه حرکت خودشو در تک دست آنتن داره. و گفتیم از زاویه ال که حرکت میکنید بعد دیواره خارجی دیگه. حالا این ضلع شمالی رو که داریم توضیح میدیم، پشت به شمال رو به جنوب، خب این به طور مثالشه، خب همه اعضلا باید همین شرایط دیواره خارجی داخلی داشته باشه دیگه. در دیواره خارجی خب گفتیم وقتی دارید به طور مثال از این ضلع شمالی پشت به شمال رو به جنوب حرکت میکنید، از غرب به شرق میرید، آنتن به سمت جنوب شرقی میره. خب حرکت میکنید تا جایی که میرسید به یه نقطه‌ای که میشه دیواره خارجی، که دیگه حرکتتون اولیش به سمت جنوب شرقی به طور مثال نیست. در این ضلع شمالی یه حرکت 10 درصدی، 10 درجه‌ای یا با زاویه کمتر به سمت غرب یا جنوب غربی میره، بعد به آرامی تغییر جهت میده در همین دیواره خارجی 30 درصد، 30 درجه یا با زاویه بیشتر به سمت اون محدوده‌ای که به عنوان مرکز هدف بوده یا همین جنوب شرقی میاد. خب پس ابتدای ام 10 درصد، 10 درجه یا با زاویه کمتر، تک دست آنتن مخالف مسیری میره که به عنوان مرکز هدف بوده، و سپس با 30 درجه، 30 درصد یا با زاویه بیشتر به سمت مرکز هدف میره. پس اول مخالف میره در دیواره خارجی، بعد موافق، که خب درصداشو گفت. خب اینو قبلا هم گفتیم تکراری. بعدم ال اف، که خب حالا ال اف در هر طرف از زل ها که حرکت میکنید با هم یکسان نیستن، در یک سری چپ گرده، در یک سری پاندوله، که در جای خوش توضیح دادیم. اینجا بحث دیواره داخلیه که وقتی شما در دیواره داخلی در هر کدوم از اضلاع قرار بگیرید، این حرکت آنتن درست مخالف جهت حرکت اولیش و ثانویش یا دومش به نسبت دیواره خارجی. در دیواره داخلی در همه اضلاع باید بدونیم که ابتدای ام حرکت آنتن 10 درصد، 10 درجه با زاویه کمتر به سمت همون محدوده ای که به عنوان مرکز هدف قلم داد شده، و سپس به آرامی میره 30 درصد، 30 درجه یا با زاویه بیشتر به جهت مخالف اون محدوده ای که مرکز هدف بوده. حالا این ضلع شمالی رو ما به طور مثال گفتیم، از غرب به شرق پشت به شمال رو به جنوب توی دیواره داخلی قرار گرفتید. خب در دیواره داخلی حرکت شما در این ضلع که پشت به شمال رو به جنوبید 10 درصد، 10 درجه یا با زاویه کمتر به سمت جنوب شرقی میاد، بعد به آرامی حرکت میکنه 30 درصد، 30 درجه یا با زاویه بیشتر به سمت غرب یا جنوب غربی میره. خب این شرایط دیواره داخلی در همه اضلاع، این دیوارهای داخلی که ما بینشون میشه نقطه مقابل هدف، حتی به شرطی که درست از دو طرف مجزا بیان دیوارهای داخلی رو بگیرید، که در جای خودش همه اینا رو توضیح دادیم. این تکرار دیا این موضوع مورد بحث برای مطلب بعدی، که خطا یا اشتباه یا نبود هدف یا هر عاملی که موجب میشه دیواره داخلی شرایط حرکتی رو نداشته باشه.
حالا اگه در دیواره داخلی در هر کدوم از اضلاع فرق نمیکنه، حالا ما این دیواره شمالی رو به طور مثال توضیح میدیم، پشت به شما رو به جنوب هستید، خب زاویه ال گرفتید، دیواره خارجی رو گرفتید، ال اف هم گرفتید، همه درست، اومدید جایی رسیدید که دیواره داخلیه. اینجا آنتن به جای اینکه ابتدا حرکتش 10% 10 درجه یا با زاویه کمتر به سمت هدف باشه، میاد 30% 30 درجه یا با زاویه بیشتر به سمت هدف میره و به آرامی دوباره خلاف جهت مرکزی که به عنوان هدف گرفتی حرکت میکنه، 10% 10 درجه یا با زاویه کمتر خلاف مرکزی که به عنوان هدف گرفتید نشون میده. این خب اشتباهه، این خلاف خود حرکت جهت درست دیواره های داخلیه. حتی اگر در یک دیواره داخلی در یکی از اضلاع این اتفاق بیفته، این خلاف حرکت دیواره های داخلیه. دیواره داخلی در هر کدوم از اضلاع از دو طرف که درست بیاد مجزا، گفتیم ابتدای امر 10% 10 درجه یا با زاویه کمتر به سمت هدف میره، بعد 30% 30 درجه یا با زاویه بیشتر مخالف هدف میره. ولی اگر شما در صحنه اصلی کار حتی در یک دیواره داخلی بیایید حرکت اولیتون 30% 30 درجه یا با زاویه بیشتر به سمت اونجایی باشه که به عنوان مرکز هدفه، بعد بیاد 10 درجه 10% با زاویه کمتر مخالفش بره، اینجا مرکز هدف اصلیتون نیست. حتی اگر با یک ویدیوی و ترشولد 45 پاسخ داده باشه، همه این کارا رو هم کرده باشه، دیوارهای داخلی خارجی همه میزون و منظم باشه، این دیگه رد شده است. حالا اپراتور دوست داره اختیاری دست بزنه همه دیوارها مثلا برای صحنه اصلی کار 3 متر باشه بین خارجی و داخلی، مقابل هدف و مرکز هدف همه ی اندازه باشه، اگه 3 مترن همه اینا، زاویه ال تا دیواره خارجی تا دیواره داخلی همشون هم مقابل هم باشن، ال اف دیواره خارجی داخلی زاویه های ال، ولی چنین اتفاقی بیفته که بیاد حرکت مخالفی طبق قوانین پایه علمی داشته باشه در دیواره داخلی، یعنی حرکت اولیش 30% 30 درجه یا با زاویه بیشتر به سمت هدف باشه، بعد بیاد 10% 10% یا زاویه کمتر مخالف هدف بره، اینجا اصلا وجود هدف رد شده است. حالا اپراتور دوست داره خودش اختیاری دست بزنه، این دیگه دست خودشه. این اتفاق که توضیح دادیم در دیواره شمالی پشت به شمال رو به جنوب از غرب به شرق میاد، این مثال بوده. حتی اگر در این دیواره داخلی ضلع غربی پشت به غرب رو به شرق از جنوب میاد به شمال، خود دیواره خارجی رو میگیری درستش در میاد، الیفش رو میگیری درستش در میاد، میاد تو دیواره داخلی، خب اینجا باید عملا از نظر پایه 10% 10 درجه با زاویه کمتر اول به سمت هدف تغییر جهت بده، بعد به آرامی 30% 30 درجه با زاویه بیشتر مخالفش بره. یعنی اینجا در روش درستش در دیواره داخلی در این ضلع غربی از جنوب به شمال اومدید، حرکت 10% 10 درجه یا با زاویه کمترش ابتدای ام به سمت شمال شرقی میره، بعد به آرامی حرکت میکنه مخالف جهتی که به عنوان مرکز هدف گرفتید 30 درجه 30% یا با زاویه بیشتر به سمت جنوب یا جنوب شرقی میاد. خب این درستشه، ولی اگر در این نقطه در این محدوده تو دیواره داخلی یا هر کدوم از دیوارهای داخلی، حالا اینو مثال میگیم، بیاد آنتن حرکت اولیش 30 درجه 30% یا با زاویه بیشتر به سمت هدف بره، بعد به آرامی بیاد
با زاویه کمتر 10 درجه 10% به سمت مخالف هدف بره. خب اینجا دیگه رد شده است. اون ذیل شمالی رو گفته بودیم، اینم گفتیم چون خلاف پایه ایش عمل کرده. همه اضلاع دیواره های داخلی از دو طرف درست بیاید، درست بگیرید، باید ابتدای امر 10% 10 درجه بازاویه کمتر به سمت هدف و سپس با آرامی 30% 30 درجه یا بازاویه بیشتر مخالف مرکز جایی که گرفتی به عنوان مرکز هدف حرکت بکنه، به خصوص در تک دست سانتن. خود در صحنه اصلی کار گفتیم فاصله حداقل 3 متر رو الفا فقط تفاوت میکنه از چه جهتی میای، بعد جا چپگرد داره بعد جا پاندول داره، که خب اینو توضیح در قسمت‌های خودش دادیم از هر جهتی که میای، شمال به جنوب، غرب به شرق، شرق به غرب یا ذیل شمالی، اینا همه الفا رو گفتیم با هم تفاوت داره. ولی دیوارهای خارجی داخلی حرکت مثلا دیوارهای خارجی همه یکسانه، یه شکله، با هم دیگه یه جورن در ازلا. دیوارهای داخلی هم در همه ازلا بعد با همین قوانینی که گفتیم باشه، اگه خلافش عمل کنه دیگه اونجا اپراتور اختیاری میتونه دست بزنه. حتی گفتیم باید حداقل در صحنه اتیکا فاصله دیوارهای خارجی داخلی یا زاویه التا دیواره خارجی و دیواره خارجی داخلی مقابل هدف در همه ازلا یک اندازه باشه، با مرکز هدف هم یکی باشه. حسمت گفتیم حداقله برای صحنه اصلی کار، برای اهدافی که دستن خوردن سر جاشون باقی موندن ها، به خصوص فلزای دیامغنایس مانند طلا و نقره. حالا کوچیکتر شد، 2.80 شد، 2.50 شد، 1.5 شد، این دیگه اپراتور اختیاری میتونه دست بزنه. حتی این ارتباطات دیگه است، موضوعات دیگه است، ولی داریم میگیم حتی اینها میتونه عامل خطا باشه در صحنه اصلی کار که اپراتور تشخیص نده. حالا اگر یک نقطه از دیوارهای داخلی چنین اشتباهی بشه که ابتدای هم حرکت آنتن بیاد 30 درجه 30% یا با زاویه بیشتر به سمت هدف بره، بعد حرکت بعدیش 10% 10 درجه یا با زاویه کمتر مخالف هدف باشه، اینجا دیگه نمیتونی بگی اینجا اون هدف هست، یا میدانهای ترکیبی هن، یا اپراتور خطا کرده، یا دیوارهای داخلی خارجی درست مقابل هم نبوده، یا اصلا کل موضوع از کاری که اپراتور از ضلع دورها انجام داده تا بیاد به ضلع نزدیک اشتباه بوده. خب این حسن فلزی ها با یابنده های فرکانسی باید ویدیو های ترشورد سطح حجمه که اصول علمی و پایه‌ای داره که حتی با یه اختلاف بین حرکت در دیوارهای داخلی اپراتور متوجه میشه خطایی پیش اومده و اینجا میتونه مرکز هدف اصلی نباشه. خب این دیگه اگه اپراتور هم دوستش اختیاری دست میزنه، میگه جای دیگه جواب نمیده، اینو میزنم، شاید دلایل ویژه‌ای داشته باشه که فنی باشه، اصلا کسی در حیطه بحث علمیش نتونه بحث کنه. خب دیگه اختیار خودشه، میتونه خودش اختیاری دست بزنه، چون از محدوده مرکز هدف اپراتور باید خبر داشته باشه. اگه نداشته باشه دیگه همه چی احتمالاته. اگه بخواید از اصول علمی پایه‌ایش خارج بشید و اینکه اگه شما در صحنه اصلی کار وضعیتی نداشته باشید که بتونید 4 زل رو با هم بگیرید، این دیگه اشکال اون صحنه اصلی کاره. اطلاعات علمی فنی پایش اینه دیگه، نمیتونیم علمو بذاریم کنار به خاطر اینکه بگیم روش دیگه ای باشه که بخوایم پیاده بکنیم، ما نمیتونیم 4 طرفش رو بگیریم. و دیگه این شدنی نیست، برای گرفتن هدف حتما باید 4 طرف رو بگیرید. شاید میگه طرفی که شما نمیگیرید مثلا دیواره خارجی یا داخلیش اشتباه باشه حرکت آنتنش، خب این دیگه خلافه اصول پایه علمیشه. شما هم یه طرف زل رو نگرفتید، فقط هم اومدید مثلا 2 زل گرفتید، 1 زل گرفتید یا 3 تا زل رو گرفتید، مثلا 3 تا زل گرفتید، این جنوبی رو نگرفتید یا شمالی رو نگرفتید یا غربی شرقی رو نگرفتید، خب این اگه در اونجا خطایی وجود داشته باشه در حرکت آنتن در دیواره خارجی داخلی یا LFش به نسبت پاندول و چپگردش به شرایطی که از زاویه های مختلف میاید، این دیگه بحث مجزاییه، این دیگه دست خود اپراتوره دیگه. دیگه این بحث پایه علمیشه که میتونید ازش بهره ببرید که بتونید در صحنه اصلی کار امکان موفقیتتون رو افزایش بدید.